سلام، به جلسه ششم دوره آموزش زبان C# خوش اومدید. توی این ویدیو در مورد اری ها و اری لیست ها باهاتون صحبت می‌کنم. خب، توی جلسه پیش با هم دیگه صحبت کردیم این کد اضافی رو پاکش کنم. با هم دیگه صحبت کردیم که چجوری یه دونه اری تعریف کنیم و روی اون بتونیم حلقه بزنیم. که اری که اینجا تعریف کردم اسمش نامبره و از نوع اینتیجره و مقادیر داخلش 1 تا 5. که به این شکل روی اون حلقه فوریش اجرا کردم و نتیجه رو توی خروجی با هم دیگه دیدیم. ولی این مدل تعریف کردن اری ها محدودیت های خاص خودشو داره. مثلا اگر که من بخوام بگم که نامبر دات یه آیتمشو حذف کن، متد ریموو اینجا ندارم که بتونم یه آیتم رو از روی اون حذف کنم، یا حتی متد اد هم ندارم. یعنی به این جور اری هایی که تعریف میکنیم نمیتونیم آبجکتی اضافه کنیم، نمیتونیم آبجکتی ازش کم کنیم. و نکته دیگه این که حتما دیتا تایپش باید از قبل مشخص باشه. یعنی اگر که من اینجا بیام یه دونه استرینگ بهش اضافه کنم، میبینید که به من خطا میده و اجازه اجرای برنامه رو بهم نمیده. و حتما باید دیتا تایپ هایی که داخل این هست از یک نوع خاص وجود داشته باشه. حالا توی C# مدل دیگه از اری لیست ها رو میتونیم تعریف کنیم که به اسم جنریک لیست معروفن، که قابلیت خیلی بیشتری دارن و تعریفش به این شکله. میگیم که یه لیستی داریم، علامت بزرگتر کوچکتر، و داخل اون نوع اون لیستی که میخوایم رو اضافه میکنیم. مثلا اسمش رو میذاریم اینتیجر، نوعش رو، و اسمش رو میذاریم نامبرز مساوی نیو لیستی از اینتیجر. خب الان کد اجرا میکنیم و بدون خطا اجرا میشه. حالا چجوری میتونیم به این مقادیر اضافه کنیم، کم کنیم و کاری از این دست؟ به این شکل میتونم انجام بدم. میتونم بگم numbers.add کن یه مقداری رو، numbers.add کن یه مقدار دیگه. حالا میتونم روی این مثل قبلی for each بزنم، میگم int i in numbers و console.writeline کن مقدار i رو. خب به این شکل تونستم یه دونه اری لیست تعریف کنم که مقادیر رو به صورت داینامیک خودم بهش دادم و روی اون حلقه اجرا کردم. حالا هر تعدادی که بخوام اینجا میتونم روی اون تعداد اضافه کنم و ازش استفاده کنم. حالا اگر که من اینجا بیام مثلا اینو با بگم 4, 5, 6, 7 و 8، خب اینجا مثلا اگر که من میخوام مقدار 7 رو حذف کنم، کافیه بگم numbers.remove کن چه مقداری رو؟ مقدار 7 رو. و به این شکل مقدار 7 از توی لیستم حذف میشه. یا اینکه میتونم بر اساس ایندکس حذفش کنم. مثلا میگم که remove add کن ایندکس اون مکانی که هست رو میتونم بهش بدم. ایندکسی که اینجا هست میشه 0, 1, 2, 3, 4 و 5. ایندکس 5 رو بهش میدم و دوباره مقدار 7 از توی لیستم حذف شد. به این مدل تعریف کردن لیست ها جنریک لیست میگن. که حالا جلوتر با این مدل تعریف کردن که توی علامت کوچکتر بزرگتر دیتا تایپ مشخص میشه بیشتر آشنا میشیم و چیزی خیلی پیچیده ای نیست. و جلوتر این روش تعریف کردن که توی علامت بزرگتر و کوچکتر دیتا تایپ مشخص میشه رو با هم دیگه بیشتر کار میکنیم و اصلا چیز پیچیده ای نیست و پیچیدگی خاصی نداره. خب حالا دیتا تایپ رو من میتونم به این شکل تعریف کنم. بگم یه لیستی داریم از نوع آبجکت. خب همینطور که میدونین تمامی دیتا تایپ هایی که توی زبان C# هست، چه دیتا تایپ های پیشفرض و چه دیتا تایپ ها یا همون کلاس هایی که خودمون تعریف میکنیم، همشون از کلاسی به اسم آبجکت ارث بری کردن، که بعدا در مورد ارث بری کامل بهتون توضیح میدم. یعنی اینکه تمام دیتا تایپ ها زیر مجموعی هستن از آبجکت ها. در نظر بگیریم یه جور آبجکت حساب میشه. خب پس با این اوصاف ما میتونیم یه دونه عدد داخل این اضافه کنیم. میتونم بگم numbers. add کن یه دونه string، numbers.add کن یه دونه new person که اینجا یوزینگش هم باید بزنیم و هیچ مشکلی پیش نمیاد و کاملا کارمون انجام میشه و حتی توی خروجی هم میتونیم داشته باشیمش. ولی مسئله اینجاست که اینجا که حلقه رو زدم نوعشو int انتخاب کردم، پس باید نوعشو object انتخاب کنم و به این شکل میبینیم که
خیلی راحت تونستم دیتا تایپ مختلفی رو توی لیست داشته باشم، کم کنم، زیاد کنم و اونها رو بخونم و ازش استفاده کنم. خب همینجا یک نکته هم در مورد سینتکس سی شارپ هم بهتون توضیح بدم. این خطی که من اینجا نوشتم به این صورتی که میگم یه دیتا تایپی میخوام تعریف کنم که نوعش اینه، اسمش اینه، مساویه و مساوی مقداری که داره. حالا همین کد رو من کپی میگیرم و میارم پایین. این دیتا تایپ اولش که مشخص میشه رو میتونم بردارم و کلمه ور رو جای اون بذارم و اینو پاکش کنم. به این شکل میتونم خیلی شفافتر، سریعتر و خلوتتر کد بزنم. به این شکل میتونم مشخص کنم که یه متغیری دارم، ور مخفف وریبل یا همون متغیره به اسم نامبر که مقداری که هست رو جلوی اون قرار میدم. توی حلقه هم به همین شکل میتونم این کار رو انجام بدم. به جای که آبجکت رو انتخاب کنم میگم یه متغیری دارم از نوع آی که اطلاعاتش از داخل لیست نامبر خونده میشه و توی خروجی میتونیم اینو داشته باشیم. حالا این ور رو برای تمامی دیتا تایپ ها میتونیم داشته باشیم. همطور که میگیم int i مساوی 0 میتونیم بگیم ور i مساوی 0. باز هم نتیجه همون چیزی هست که باید باشه. خب حالا این دیتا تایپ که اینجا داریم و فعلا بر اساس اینتیجر بذارم که یه نکته رو اینجا بهتون توضیح بدم. میگم یه دونه ستون اولش مثلا 5 بعد 6 بعد 1 این هم 1 بعدش مثلا 0 و این هم 12. خب اینو که اجرا کنیم به این صورت 5 6 2 تا آخر مقادیرش رو اینجا میتونیم ببینیم. خب این اری لیستی که بهتون معرفی کردم متدهای مختلفی داره. مثلا یکی از متدهایی که داره متد سورت که میتونیم اونو سورتش کنیم به همین راحتی. میشه 0 تا 6 و متدهای مختلف دیگه ای هم داره. مثلا سورت دیسندینگ ببینم داره، order by descending که این دیگه بحث لینک میشه که بعدا باید بهتون توضیح بدم که لینک ها چی هستن و چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. و متد clear که اگه استفاده کنیم کل آیتم های داخل لیست رو پاک میکنه و دیگه آیتمی داخل اون نیست. و دیگه چیزای دیگه که داریم اضافه کردن و حذف کردن که بهتون گفتم و بقیه آیتم ها هم که آیتم های لینک هستن که بعدا تو جلسات بعد کامل بهتون توضیح میدم. خب تا اینجا یاد گرفتیم که اری لیست ها چی هستن، چجوری باید اونا رو تعریف کنیم و ازشون استفاده کنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم کاملا مرتبط با همین ویدیو هست. اگه دوست داشتین اون رو هم تماشا کنین.